شایعه اعدام فرزاد اسماعیلی سالم محله، فرمانده سابق قرارگاه پدافند خاتم الانبیا، نهادهای رسمی در جمهوری اسلامی را وادار کرد که فیلمی ازش پخش کنند. پس از برکناری هم شایعه جاسوسی او مطرح شده بود، اما خودش و رسانه‌های نزدیک به حکومت این شایعات را تکذیب کردند. فرزاد اسماعیلی به مدت 8 سال بیشترین زمان فرماندهی در قرارگاه پدافند خاتم الانبیا را داشته و از جمله فرماندهان ارتش به شمار میره که در جوانی پیشرفت سری داشته و درجه سرتیپ تمامی هم گرفته. این جایگاه میتونست باعث ارتقای او در سمت‌های بالاتر بشه، اما دورش عملاً به پایان رسید. اسماعیلی از جمله معدود فرماندهان ارتش که اظهار نظرهای سیاسی متعددی داشته. او از جمله از سیاست‌های دولت حسن روحانی و موضع‌گیری‌های اکبر هاشمی رفسنجانی انتقاد کرده و گفته بود: برخی سیاسیون معتقدند برای رضایت دشمنان باید به اونها لبخند بزنیم. در تاریخ 8 خرداد 1397 علیرضا صباحی فرد در فرماندهی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا جانشین او شد. صبح روز 3 دی 1395 صدای شلیک پدافند هوایی در محدوده میدان انقلاب شنیده شد و بعد از اون تعدادی از سایت‌ها از جمله عصر ایران اعلام کردند بر اثر این شلیک‌ها یک هلیشاد یا پهپاد در اطراف دفتر رهبر جمهوری اسلامی مشهور به بیت رهبری ساقط شده. خبرنگاری به اسم فریبرز کلانتری در توییتر نوشت: اگه فردا خبر اومد که امیر فرزاد اسماعیلی سالم محله از کرونا فوت کرد، خیلی هم تعجب نکنید. در سال 1398 قرارگاه پدافند هوایی ارتش و سپاه پاسداران تفکیک شدند. طبق حکم جدید رهبر جمهوری اسلامی، نیروی پدافند هوایی یکی از نیروهای چهارگانه ارتشه و سپاه هم پدافند هوایی مستقل خودش رو داره. خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران و وزارت دفاع تغییرات در فرماندهی پدافند هوایی و تفکیک پدافند هوایی ارتش و سپاه رو تحول ساختاری در ساختار پدافند دفاعی ایران دونستند.